ببینید، الان ما قاطعانه میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم به خاطر اینکه در روز شنبه گذشته که این عملیات نظامی آغاز شد، ما نمیدونستیم که اسرائیل چه هدفی داره و شاید سران اسرائیل هم خودشون نمیدونستن. ولی در این ساعت که من با شما صحبت میکنم، هدفها کاملا روشنه، نه که حماس و جهاد اسلامی رو نابود بکنن، جنبش های ایدئولوژیک رو نمیشه نابود کرد، ولی میخواهن که ضربه چنان سهمگین باشه که هم حماس و جهاد اسلامی از قدرت پایین بیاین، توانایی های تهاجمی خودشون رو از دست بدن و انقدر تضعیف بشن که مردم به غزه قیام بکنن و یک حکومت مردمی رو در اونجا برقرار بکنن. اسرائیل اعلام میکنه که خودش رو برای جنگ هفته های متمادی آماده کرده. تا به حال در ظرف 8-9 سال اخیر دست کم 10 بار درگیری های نظامی بین اسرائیل و حماس انجام شده که بالاخره بی نتیجه بوده. اسرائیل نتونسته که حماس رو به کلی فلج بکنه و این بار قصد علنی و اعلام شده اسرائیل فلج کردن و از صحنه خارج کردن حماس و جهاد اسلامی در غزه است.